در این قسمت از برنامه از یک نابغه در دست شدیم، نابغه ریاضی. 42 سالتون در حدود 168 هست. 42 سالتون در حدود 504 ماه شده. 15330 شبانه روز شده. 2190 هفته در اومده. وقتی هر شبانه روز که بیشار سر بگرده 42 سال شدیدتون 367928 شده. وقتی در حدود 22 میلیون و 75 هزار و 200 درجه در اومده و ولی خصوص حدود 1 میلیون و 324 میلیون و 512 هزار ثانیه شده. حالا شما برادر محترم با عنوان مثال حدود 94 میلیون و 608 هزار ثانیه برابر با حدود 3 سال از جناب وزیر محترم بهداشت آقای دکتر مرندی بیشتر هستید. خوش وارد برای خب اگر برادران و خواهران گرامی محاسبه کردن بفرمایید خواهشونم ببینیم که حالا مقابل حضور است کسی اعمال پنجرمی در دوران امین رو یا جز رو انجام نداده بفرمایید خواهشونم جوابشو داریم اما دکتر شما جز رو مکعبش چند از بودیم؟ یک هزار و سی سد سی و یک جزر یک هزار و سی سد سی و یک جزر مقابش چند است؟ اینجوری نده شما با یک جزر سیدی باشید جزر سیرونش نه این نیست جزر دوم شما جزر سیرونش؟ جزر سی نه جزر دوم میگیریم یا جزر سیرونش؟ جزر دوم یار ریشه میشه من ریشه میگیریم یازده یازده میشه؟ آه یاد داشت نیم یازده یاد بدنیم برای آقای بله، خوش آمدید. بله. لازم به تذکر خدمت مهمانان گرامی که استاد معظم دانشمند معتبر جناب دکتر محمد صدیق هستند از کشور افغانستان که به دعوت ریاست جمهور محترم تشریف آوردند و مهمان افتخاری این کنفرانس هستند و ایشون اینجا فعلا تعهد شدند تا اینکه حالا میریم سراغ جزء دوم اعداد یعنی ریشه دوم اعداد پروفسور محترم جناب دکتر محمد صدیق ریشه سوم رو گفتن. خواهش میکنم به افتخار مهمان گرامیمون جناب آقای دکتر محمد صدیق یک کف بالا بزنید. یک علامه شما شده موردش شما اشتباه کردید کامپیوتر ماشین درسته؟ ماشین غلط کرده ماشین غلط کرده اینا خیلی بتنا خیلی آقای عربی شما چطور شد که به این استعداد خداوندی بردید؟ بسم الله مهمان عزیز داریم همونطور که امارد شما خدمتون آقای دکتر محمد صدیق افغان رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفه جهان و عضو علمی یونسکو برای 15 دقیقه سخنرانی داشته باشند راجع به تحلیل روانی انسان از دیدگاه ریاضی فلسفی بسیار خوشبخت شدم که بسم الله الرحمن الرحیم خواست از همه سلام های مردم افغانستان سلام های دانشمندان مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفه جهان و محققین اداره علمی یونسکو خدمت شما و از طریق شما خدمت تمام مردم علم دوست و انقلابی اسلامی ایران تقدیم میکنم افتخار میکنم که امروز من با زبان مادری خود صحبت میکنم در بسیاری از کشورها ما در رسانه‌های بیگانه صحبت کردیم امروز افتخار میکنم که میل ما به زبان مادری خود و سهم شما گزار محترم میرسد اصلا این ملاقات ما شما تصادفی نبوده قبل از اینکه زمین به وجود بیاید ما شما در این ثانیت در این اتاق کنفرانس با هم ملاقات کردیم اصلا تصادف وجود ندارد و کمک ریاضی فلسفی به اثبات می رسانم که هیچ پدیده در دنیا تصادفی به وجود نامده ما شما تمثیل می کنیم تفکیر مقررات خود
که در قرآن مجید فرموده کتاب مکمل است که تمام علوم از اون اشتقاق پیدا کرد. ریاضی فلسفی چی است؟ ما یک علم نو میبینیم که ریاضی و فلسفه داخل دانشمندا فلسفه را میگوتن مادر علوم. برای من سوال خلق میشد که در سالهای متمادی 20-25 سال قبل که وقتی متعلم مکتب بودم داده بیدستان تحصیل میکردم بگوتم اگر مادر علوم فلسفه باشد کلیم مادر با وجود میه پس پدر علوم چی است؟ پدر علوم چی خواهد بود؟ پدر یعنی چی؟ پدر یعنی در هر چیز نشان از وجود داشته باشد، خون از وجود داشته باشد. پس ریاضی را قلم داد دادم یه چیز را پیدا کرده نمیتونیم که دوج ریاضی دخیل نباشد. پس ریاضی پدر علوم با مادر علوم یک جا کردیم با نکای شرعی با نام والدین علوم گفته میشه که هر سوالی که در دنیا تا فعلا حل نشده ریاضی فلسفی جواب دهنده است. ریاضی چی است؟ ریاضی کمیت از کیفیت. ریاضی فلسفی ادعا میکنه که ریاضی رابطه بین کمیت و کیفیت است. ماتریالیسم میگفتن ماتریالیست ها و کمونیست ها میگفتن چیزی که در معقول ما است ما او را حساب میکنیم عدد با وجود میاد. من از شما سوال کردم هر با 5 میلیارد تن الماس جمع 5 میلیارد تن الماس شود مسئله با چند میلیارد تن الماس میشن؟ میگه 10 میلیارد تن الماس. 10 میلیارد تن الماس وجود ندارد. پس ریاضی رابطه بین کمیت و کیفیت است که از کجا شروع میشه؟ از نام ذات ذوالجلال شروع میشه، از یک شروع میشه. در عدد میگن یک جمع یک مساوی با 2 در کمیت است، اما در کیفیت یک جمع یک مساوی با 1 است. یعنی یک اقیانوس جمع یک اقیانوس مساوی با 1 اقیانوس میشه. یک دریا جمع یک دریا مساوی با 1 دریا میشه. پس قرآن مجید در 2 لسان آمده، در لسان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در لسان ریاضی. اگر وقت یک دقیقه مونده چرا احترام شاهد کنفرانس و حیات قیصر من یک دقیقه راجع به ایران کبیر صحبت میکنم و میخوایم که ایران کبیر خراسان قدیم و آریانه کبیر در تروریستی هم باشم و متعقد هستم در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند این پیروزی فرمانروایی خردمندانه فرزند صدیق اسلام حضرت با امام خمینی افتخار میکنیم که در اعصاب امریکا که عبارت از تهران اعصاب امریکا بود انقلاب لکه جان از افتخار انداخت. ما علاقه داشتم که بیایم به کشور که مربوط به سرزمین آریای کبیر هستم. ما اگر خواسته باشه تنی افتر در جای کنفرانس علیده در قرن 21 و شما اهمی ثابت بسازم توقت و فرمولات رو بسازم خطر میکنم، تشکر میکنم از توجه را از برمان. شما میتونید که سر خود حاکم باشید. یک در یک از کنفرانس‌های ما در فرانسه یک از ژورنالیست لیبیایی پرسان کرد که صدیق افغان خودت اثرات چی را میخوری؟ یعنی چی اثرات را نمیتونم که بخوام که دیلونی چی میگن اثرات یعنی چی آرودو و اثرات چی را میخوری؟ ما گفتم اثرات مردای خدا بیامرزن. گفت چرا؟ گفتم مردا از زنده کده یعنی مردان بیش هستن، ما مردان باقی هستیم، مکلفیت های مردا ختم شدن، اونا
گناهشون ختم شده، ما روزارو گناه کرده میریم. اونا کفنشون مشخص است، ما کفن ما و خبر ما و سوالیت نپو میدیم. من بکنم یک وقت ما متعلم مشاقه بسار نالایت رو بدون در موضوعات اجتماعی وقتی که معلم محرمه کسان در وقت لکت کردن ما در همفاید در آخر لکت بستاد میشدم. وقتی که بچه اول لکت میخورد میرسی در جای خود باز معذرت از را میخورد و میرسی خوشا و بالا لکت خود خورده رفته ششتن ما را چه خود باید معلم نکرد. باید همیشه متکی به خود باشیم و میتونیم پیروز باشیم. همیشه متکی به خود. چرا؟ خداوند رهبر است. خداوند بزرگ رهبر قرآن قانون اساسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پادشاه زمین است. چنانچه یک گپ ما ختم میکنم که امپراتور روم وقتی که امپراتور شد بعض رفت دیقانی خود کرد چوبانی خود کرد. چرا چوبانی میکنیم؟ گفت ما به خاطر نخواستم که امپراتور شوم، ما به خاطر بعض رسانم که انسان میتونه که امپراتور شود. بعض انسان اگر تصمیم داشته باشه اما چیزی میدونه به خاطر که مکمل از باب انسان خداوند در روی زمین آفرید. تشکر. بریم دوستان با دکتر شاهوالی محبت کردن، لطف کردن، با ما همراه بودن. انشاءالله که این مقدمه و تلیعه باشد برای جلسات آینده ما. هدایایی به رسم یادبود تقدیم میهمانمون میکنیم آقای دکتر محمد صدیق.